خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیزمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. علی خامنه ای، عمیانان گرامی، امروز در برابر عده‌ای از اوباشی که گردآوری کرده بودند و معمولا در مواقعی که نزدیک انتخابات تعداد این جلسات بیشتر و بیشتر میشه، برای اینکه او نظرات خودش رو به اطلاع کاندیداها برسونه، اونها رو تهدید بکنه، سیاست‌های اونها رو تصحیح بکنه. همین شش نفر عروسکایی که به اسم کاندیداهای ریاست جمهوری الان در صحنه هستن، در یک نطق کاملا بی سابقه رئیس روزخانها ضمن نصیحت به اون اراذل اوباش و در حقیقت کاندیداهای عروسکی اعلام کرد که خب اینی که همه باید در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنن که خب طبیعیه، اما حتی اون کسانی که به نظام هم اعتقادی ندارن ولی به ایران اعتقاد دارن، برای حفظ یک پارچگی و اینکه به دنیای استکبار بفهمانند که مردم ایران در برابر فشارهای تحریم اونها سر خم نکردن، بایستی در پای صندوق‌های رأی برن و رای بدن. همین رئیس روزخانه ها سه روز قبل و اون اعوان و انصارش، اون اراذلی که همیشه به اسم امامان جمعه، سرداران سپاه، نویسندگان، نمیدونم کارگردانان سینما، تئاتر، یعنی یه عده اوباشی که سرم کردن اینا رو، که در هر مورد هم شما میدونید که چه کسایی هستن، سرداران، نقدی، جعفری، نمیدونم فیروزآبادی، مشخصا معلومه که یه عده جوانی لات و بیره، اینا سرداران و چپاولگر و دزد. حتی احمدی نژاد هم میگه برادران قاچاقچی. کارگردانان سینما که همکار اینا هستن کاملا مشخصن، سینماگراشون مثل اون شریفینی های 500 کیلویی که دیدین در همه فیلم ها شرکت داره، با نظر او هنرپیشه ها انتخاب میشن، و حیایی و نمیدونم چند نفر دیگه که من اسامیشون زیاد نمیدونم. کارگردان ها شورجه، سلحشور، مسعود دهنمکی، همین اراذلی که هم جلوی دوربینن، پشت دوربینن کارگردانی میکنن، هم مواقعی که بهشون احتیاج هست هفتیر میبندن، چماق دستشون میگیرن و تو خیابون مردم رو سرکوب میکنن. کارخونجاردار، کسانی که کارخانجات رو در دست دارن، مثل اون آقای کاظمی، مثل اون آقای بابک زنجانی، اونا هم که میدونید هفتیرکش و از کسانی هستن که مردم رو در این مواقع سرکوب میکنن. عکس اون آقای کاظمی رو انداختن پشت موتور در حالی که اسلحه دستشه و داره به مردم شلیک میکنه، در حالی که 6 تا کارخونه زیر دستشه. اونا رو هم دیدید شما. منظورم اینی که همه کسانی که در سرکوب مردم، در شکنجه کردن مردم، شکنجه کردن زنان، مردان، کارگران، دانشجویان دست باز داشتن، همه اینا در صحنه انتخابات که میشه فعال میشه.
و تأسف‌آورم اینه که گفتم براتون آقای از این آقایونی که خواننده هستن، هنرپیشه هستن، شهرام ناظری مثلا تعجب آور، ایشون اعلامیه صادر کرده و از آقای جانی معروف شهردار تهران قالیباف دفاع کرد، سالار عقیلی، اسمای اینا رو من دیدم، تعجب آوره. خیلی هستن که به عقیده من اینو باید در گوشه ذهن همه ماها نقش ببنده که بعدن این آقایون نگن آقای پرستویی به دلیل اینکه پسرش رئیس یکی از قسمت‌های متروی تهرانه اومده نشسته بغل دست آقای قالیباف، کسی که خودش میگه ما دانشجوها رو کشیدیم تو خیابون که حمله گازنبوری کنیم، اینو آقای روحانی هم گفت، همدیگر لو دادن. آقای قالیباف گفت شما آقای دکتر روحانی در این جریان بودید، تصریب کردید که ما دانشجوها رو سرکوب کنیم و بیاریمشون تو خیابون. اون گفت بله ما گفتیم بیان تو خیابون، ولی شما گفتیم ما حمله گازنبوری میخوایم بکنیم. خلاصه حالا منظوری همین رئیس روزخانها سه روز قبل گفته بود که هر رأیی که در صندوقهای آرا ریخته بشه تأیید نظام جمهوری اسلامیه. حالا یکی نیست از این مردک بپرسه تو که میگی هر رأیی که در صندوقها انداخته میشه تأیید نظام جمهوری اسلامیه، آخه اون مخالفی که فقط فکر ایرانه باید بیاد به تو رأی بده، نظام تو رو مورد تأیید قرار بده، نظامی که هنوز سه نفر از کسانی که مثل شما معتقد به انقلاب اسلامی هستن امام کردن تا به حال، قانون اساسی رو قبول دارن، همه این دستگاه‌های سرکوب رو قبول دارن، فقط با شما یه خود اختلاف سلیقه دارن، دو سال اینا رو، چهار سال اینا رو، سه سال اینا رو در حبس خانگی نگه داشتی برخلاف همه قوانین دنیا، بچه های اینا دارن میگن جان اینا در خطره، بعد خجالت نمیکشید به مردم میگید حتی اگر مخالف نظام هستید بیاید به نظام، بیاید در رای گیری شرکت کنید برای اینکه به استکبار جهانی برسونید که ما این تحریم ها نتوانسته ما رو خم کنه. چجوری باید دیگه خم بشن مردم؟ مردم بیان رای بدن تا شما چماغا رو تیزتر کنید دوباره تو سر مردم بزنید؟ یادتون رفته شما جانی ها از اون بالا خود رهبر تا اون پایین چهار سال پیش چه بلایی به سر مردم ایران آوردید؟ مردم چی کار کرده بودن با شما؟ به شما گفتن رأی ما کو؟ نه اسلحه داشتن، نه بمب داشتن، این شما بودید حمله کردید به مردم ایران، مردم که چیزی از شما نخواستن، فقط رأیشون میخواستن. حالا ناگهان مردم خوب شدن؟ ناگهان مخالفین نظام هم بیان رأی بدن؟ که چی بشه؟ که شما جانیتر بشید، ددمنشتر بشید، بیشتر بچه های مردم رو بکشید، شکنجه بدید، غارت بکنید؟ من بارها گفتم مردم ما اگر در پای صندوق های رای به آدم های امثال آقای موسوی، کروبی یا نمیدونم همین آقای روحانی قراره، که من فکر نمی کنم کسی در پاییز بعد از اون کمدی مسخره انتخابات چهار سال پیش که دلغک احمدی نژاد شما در آوردید، یعنی باور میکنید که مردم باز بیان پای صندوقای رای باز به شما ها رای بدن؟ یعنی بین بد و بدتر انتخاب کنن؟ اون دورم که آمدن به موسوی رای دادن تکلیفی نداشتن، کاری نمیتونستن بکنن. شما که به مردم آزادی نمیدید، به مردم آزادی نمیدید، ولی به مردم میگیم بیاد پای صندوقای رأی. اگر در یک انتخابات آزاد لولوی شورای نگهبان نباشه، تهدیدهای سپاه و بسیج و این جانیا نباشه، شما خیال میکنید مردم میان بین بد و بدتر انتخاب میکنن؟
یا موسوی و کروبی و نمیدونم اینا رو انتخاب میکنن. نه خیر، اینایی هم که میبینید سر انتخابات تنور رو داغ میکنن دیگه، آقای کروبی و موسوی هم رو در موندن، وگرنه مثل آقای خاتمی همینطور مرتب یا رفسنجانی قاتل سر زمان انتخابات که میشه شروع میکنن مسخره کردن مردم رو، دعوت کردن به انتخابات پرشور، چون میدونن اگر رژیم سقوط بکنه همه اینها در حکومت ملی آینده باید جوابگوی مردم ایران باشن. از ابتدایی که اون رهبر کبیرتون اومد تا حالا که 35 سال میگذره. یه فیلمی هست، اجازه بدید این فیلمو براتون بگم. نقش سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات. اول این فیلمو ببینید، بعد قسم حضرت عباس رو ببینید، باور میکنید از این جانیا، از اون رئیس روزخانه ها. نگاه کنید به این فیلم عمیانانی گرام. چهار سال پیش نامی که به عنوان برنده انتخابات از این صندوق ها بیرون آمد خیلی ها رو متعجب و حتی خشمگین کرد. بخش بزرگی از مردم ایران حکومت رو به تقلب متهم کرد. مشروعیت و آبروی حکومت اسلامی زیر سوال رفت. این بار هم اگرچه نامزدهای انتخاباتی از قبل از سوی حکومت تعیین شدند، اما در این چارچوب محدود هم روشن نیست که انتخابات این بار هم به قول بعضی ها مهندسی نشد. در واقع سال 88 با آخر سرش با مهندسی آرا انجام شد، یعنی شب آخر توی اتاق تجمیع وزارت کشور عدد ساختن و به مردم اعلام کردن. این دفعه از مدت‌ها قبل هم این هادیان سیاسی سپاه، حلقه‌های صالحین بسیج، این امکاناتی که با پول کشور میچرخه دست به کار شدن و مشغول بحث و فصل راجع به انتخابات و دخالت در اون هستن. حلقه‌های صالحین جزئی از طرح بسیج کمی بعد از انتخابات گذشته ایجاد شدند. گروه‌های کوچک از بسیجی‌های اقشار مختلف در سراسر کشور که بتوانند با هدف‌های خاص به طور ضربتی فعال بشوند. حلقه‌های صالحین حلقه‌هایی هستند که به ویژه جوان‌ها رو و نوجوانان رو سازماندهی می‌کنند از طریق شبکه مذهبی که شبکه مساجد هست و سراسری است. اینها بخش عمدهشون رأی اولی ها هستند و میتونن با مزایا و امتیازاتی که بسیج در اختیار اونها قرار میده به راحتی به سمت رأی دادن به نامزد دلخواه بسیج و سپاه کشیده بشن. بنابراین خیلی حلقه های مهمی هستند این صالحین و میتونن ابزار مناسبی باشن برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی برای رئیس جمهور آینده. تشکیل و افزایش حلقه‌های صالحین از مهمترین برنامه‌های سپاه و بسیج که تا حالا ده‌ها هزار نفر را در این حلقه‌ها سازماندهی کرده. حلقه‌هایی که به صورت هرمی اعضا را وارد عمل می‌کنند. این اعضا وظیفه دارند که هر کدام تعداد معینی را به نفع کاندیدایی که اصلاً تشخیص داده می‌شه به پای صندوق‌های رأی بکشند. در هفته‌های اخیر فرماندهی کل بسیج سرگرم سفر به استان‌ها بوده برای توجیه این حلقه ها در زمینه انتخابات. او گفته است هر بسیجی فعال و هر عضو حلقه های صالحین باید تلاش کند یکی از افرادی را که در دوره های قبل رأی نداده متقاعد کند و به پای صندوق های رأی بیاورد. حلقه های صالحین در این سازمان بسیج مستضعفین که آقای نقدی در رأسش هستش در واقع شاکله تشکیلاتیشه. گروه های 15 تا 25 نفره‌ای که در جاهای مختلف تأسیس میشه در اقشار مختلف از دانشجو و معلم و دانش آموز و استاد و غیره و مثل جوانان صدام یا مثل جوانان حزب نازی، مثال هاش در تاریخ بوده، سازمان جوانان حزب کمونیست غیره، قرار است که این حلقه ها مبلغ افکار آقای خامنه‌ای باشند و به قول آقای نقدی وظیفه اصلیشون تبیین و
تفسیر آراء و نظرات مقام رهبری. فرمانده شبه نظامیان بسیج از آیت الله خامنه‌ای نقد کرده که گفته رئیس جمهور آینده باید به قول او متعهد به گفتمان مقاومت باشد. همان شعار انتخاباتی سعید جلیلی، کاندیدای تندروترین بخش‌های حامیان حکومت. به احتمال زیاد بر اساس سابقه تاریخی من فکر می‌کنم که 24 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری هست که اونها تصمیم نهایی خودشون رو خواهند گرفت و در حقیقت به این شبکه گسترده‌ای که در کشور وجود داره از طریق پایگاه‌های بسیج، مساجد و شبکه مذهبی اطلاع خواهند داد که اون نیروهای وفادار به اون نامزد دلخواه رأی بدن. آیت الله خامنه‌ای گفته است که کاندیدای خاصی را مورد نظر ندارد، اما معلوم نیست که در روزهای آخر مبارزات انتخاباتی او و این فرماندهان احساس خطر نکنند. هستند کسانی که میگویند تندروها در ایران دیگر نخواهند گذاشت کسی به غیر از خودشان در حکومت. خب امیران گرامی، من این فیلم ها رو که برای شما بعض وقتا پخش میکنم، پخش این فیلم ها دلیل تأیید من از این آدمایی که در این مصاحبه شرکت میکنن نیست، بلکه من میخوام یه مقداری مسائل رو تصویری هم شما ببینید. امیران گرامی، رئیس روزخانه ها گفته که توصیه من حضور پرشور همه شما در پای صندوق های رأی است. بعد گفته که ممکن است بعضی به دلیلی نخواهند از نظام اسلامی حمایت کنند، اما از کشورشان که میخواهند حمایت کنند. بعد ایشون گفته که حضور یک پارچه ملت در انتخابات و حفظ و تقویت اعتماد متقابل مردم و مسئولان موجب یأس دشمن، کاهش فشارها و از دست رفتن کارایی دشمن می شود. شما دشمن به وجود آوردید، حالا مردم بیان رأی بدن که دشمن ناامید بشه که چی؟ که باز دوباره تعداد بیشماری بیشتری در فساد و فقر و بیچارگی دست پا بزنن. یک مش عقب افتاده رو آوردید شما کاندیدای مردم کردید، اینا لیاقت کاندیدای مردم ایرانن. بعد این جالبه، رفسنجانی، همون جانی معروف که دست راست خمینی بود، دخترش خانم زهرا مصطفی، گفت آقای خامنه‌ای درسته که شما جزوه کسانی بود که امام گفتن لیاقت دارید که رهبر بشید، ولی آقای رفسنجانی هم لیاقت داشت، ایشون هم اسم بردن، البته بعد از شما، که دروغ میگه، اول اونو اسم برده بود. منتها رفسنجانی خیال میکرد این خیلی تو سری خوره، چون مرتب خمینی میزد تو سرش، گفت خب من و احمد آقا میشینیم اون بالا میزن تو سر این، هی میگیم این کارو بکن اون کارو بکن. نمیدونست که این بعد از 40 سال نشناخته بود اون رو. اون رنتر از این حرف هاست. یادتونه گریه میکرد میگفت نکنین آقا به من رأی ندید، من نمیخوام رهبر بشم. بعد اومد چماق گرفت چجوری کرد. حالا رفسنجانی میگه من اینقدر مردم به من مراجعه کردن که آقا شرکت بکنید در انتخابات، من شرکت کردم، چندین بار تماس گرفتم با دفتر مقام رهبری، کسی اعتنایی نکرد. فکر کنید دیگه کار به کجا رسته، رفسنجانی رو بهش محله میذارن. بعد میگه که خب بنده گفتم من میخوام کاندیدا بشم، آمدن به من گفتن که حتی تا دوزای آخر که آقا خودت انصراف بده. من گفتم این احمقانه است، من خودم کاندید کردم، حالا انصراف بدم، هزینه رو خودم بپذیرم؟ نه، من انصراف نمیدم، شما من رد صلاحیت کنید. بعد میگه اینا آمدن روز آخر شورای نگهبان تأیید صلاحیت من رو کرده بود، بعد آقای وزیر اطلاعات با 4 معاوناش، البته اون اسم نبرده، نوشته مقامات امنیتی، رفتن عده‌ای از کسانی که تو شورای نگهبان بودن اعتراض کردن، جلسه رو ترک کردن، ولی عاقبت مجبور کردن اونا رأی بدن که من صلاحیت ندارم. بعد جواب احمقانه اون کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان، چرتیا جالبه، گفته بله این کار همه کاندیداست که مقامات امنیتی رو ما صدا میکنیم ازشون کسب تکلیف میکنیم.
خنده داره همینانی گرام، کسی که ستون اصلی رژیم جمهوری اسلامی بوده، حالا شما آدم ها رو میارین کسب تکلیف میکنید که پرونده اینو ببینی. بعدم از حالا برای اینکه جلوی خبرنگاران خارجی رو بگیرن، گفتن که دشمن در لباس خبرنگاران خارجی داره یه عده رو میاره و اینا رو میخواد مهندسی بکنه در جریان انتخابات، جریان انتخابات رو منحرف بکنه. دلیلی هم که آوردن اینه که بعضی از این خبرنگاران در سال 88 تلفوناشون رو خاموش میکردن تا مشخص نشه ردشون رو ماموران امنیتی بگیرن. خب معلومه در همه دنیا اینجوری هست، خبرنگار خارجی دنبال کارهایی که شماها میگین، دولت ها میگین نمیکنه، نمیره دنبال اونا. یادتون رفته مگه شما زمانی که انقلاب میخواست به قول شما انجام بشه، خبرنگاران خارجی میمدن یکی یکی شما این آخوندار ریشوها اینا رو هم داشتی میبردید تو بیغوله ها، تو خونه ها، تو مساجد با اینا مصاحبه میکردید در مورد جنایات رژیم گذشته. حالا چطور شد اجازه نمیدید به خبرنگاران خارجی بیان ببینن چه خبره؟ بعدم گفتن که این نظارت خارجی یعنی چی؟ این ننگ دون شأن مردم ایرانه که یه عده بیان نظارت کنن برای انتخابات. دون شأن شما هاست نه مردم ایران. مردم ایران که میدونن شما دروغ میگید، میدونن متقلبین. در تمام دوران پر افتخار بختکتون مردم ایران شاهد بودن شما انتخابات قلابی کردید. بعد یه فیلم دیگر رو براتون پخش میکنم همیهنانی گرامی. رفتار انتخاباتی آقای خاتمی در 4 سال گذشته، نگاه کنید چقدر نقش بازی کرده ایشون. به این فیلم توجه کنید. 4 سال پیش محمد خاتمی با کنار رفتن از عرصه انتخابات ریاست جمهوری به نفع میرحسین موسوی بعضی از حامیان اصلاح طلبش را رنجاند. آن زمان بعضی از اصلاح طلبان در عیار اصلاح طلبی آقای موسوی تردید داشتند و از رقیب اصلاح طلبش مهدی کروبی حمایت کردند. اما آقای خاتمی برای میرحسین موسوی سنگ تمام گذاشت. انسانی که در دینداری ایشان، روشن‌اندیشی ایشان، دلسوزی ایشان برای انقلاب، برای جامعه، برای مردم و دغدغه خاطرشان نسبت به شخصیت، حرمی، حرمت و حیثیت یکایک این افراد تردید ناپذیر است. پس از انتخابات که بحث تقلب گسترده انتخاباتی به راه افتاد و اعتراض‌های خیابانی سرکوب شد، آقای خاتمی موضع تندی گرفت. او گفت کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته. 1.5 سال بعد آقای خاتمی کف خواست اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس را اینطور اعلام کرد: آزادی زندانیان، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکار برگزاری انتخابات سالم. اما زمستان سال بعد وقت انتخابات مجلس که رسید، خبر آمد که آقای خاتمی بی سر و صدا در شهرستان دماوند رأی داده. این در حالی بود که نه تنها کف خواستهای سگانه او دست کم از نظر خودش تأمین نشده بود، بلکه رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات هم در خانه های خود حبس شده بودند. خیلی از طرفداران آقای خاتمی شگفت زده شدند، اما نشانه های این رفتار کجدار و مریض او از پیش از رأی دادنش پیدا بود. او گفته بود اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در انتخابات نامزدی داشته باشند، اما این به معنای تحریم انتخابات نیست. دلبستگان به اصل انقلاب هیچگاه انتخابات را تحریم نمی کنند. برای انتخابات پیش رو هم آقای خاتمی از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کرد، اما پس از رد شدن صلاحیت آقای رفسنجانی در شورای نگهبان، دست آخر از طرفدارانش خواست به حسن روحانی رأی بدهند، کسی که در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی سالها با آقایان خاتمی و رفسنجانی کار کرده بود. آقای خاتمی حالا گفته که چرا با وجود تأمین نشدن شروط سابقش برای شرکت در انتخابات، مردم را به رأی دادن به نفع آقای روحانی تشویق می‌کند. ما که یه روزی می‌گفتیم که شرط شرکت در انتخابات آزادی زندانیان است، خود زندانیان نامه نوشتن که شما این دغدغه را نداشته باشید، در انتخابات شرکت کنید. محمد خاتمی از نامزدی حمایت کرده که خیلی ها در عیار اصلاح طلبیش تردید دارند، اما آقای خاتمی میگوید او مواضع اصلاح طلبانه دارد و
میتواند خواسته های حداقلی اصلاح طلبان را برآورده کند. خود آقای روحانی هم میگوید حامی گفتمان اصلاحات و اعتدال است و اگر ریاست جمهوری را به دست بگیرد با کلید تدبیر قفل مشکلات ایران را باز خواهد کرد. مجید خ... خب عمیانان گرامی، اینا هر چقدر به انتخابات نزدیک میشه، یعنی روز انتخابات، چون میدونید که صبح جمعه است الان، به وقت ایران دیگه یواش یواش پنج شنبه است، یه روز دیگه به وقت ایران، یک روز دیگه انتخابات در انتصابات در ایران شروع میشه. و طبق معمول من از حالا برای شما میگم تعداد شرکت کنندگان در انتخابات پرشور ریاست جمهوری رو بالای 60 خورده ای درصد یا 80 درصد اعلام میکنم. بعدم از میان این 6 تا عروسک صحنه که نخشون سر نخشون دست رئیس روزخاناست، یکی انتخاب میشه، فرق نمیکنه چه روحانی چه اون. مردم ناچارن بین بد و بدتر، بعضی از مردم نه همه، چون به وحشت افتادن. اینی که امروز خامنه ای میاد میگه که حتی مخالفین رژیم میتوانن در انتخابات شرکت بکنن، یعنی اونا رو به رسمیت میشناسه برای اولین بار بعد از 35 سال، این دلیل شالاتان بازی و حق بازی و رندی آخونده اینا آخوندیه. به محض این که انتخابات تموم شه دوباره سرکوبا شروع شه، بعدم قانون در آوردن. این کت خدایی گفته اگر چنان که یکی از این آدما قبل از این که نتایج اعلام رسمی بشه بگه من پیروز شدم، باش برخورد میکنی. برخوردم که میدونی یعنی چی دیگه. بعدم این جالبه، از حالا دارن تقسیم کار میکنن. زن آقای سعید مرتضوی، حیف اون آقا، من چی بگم خب این مردک، زن سعید مرتضوی جانی، اولا خودشو کاندیدا کرده برای ریاست برای شهر، ببخشید ریاست نه، انجمن شهر. چه کسایی قرار برن تو انجمن شهر؟ بعدم گفته من افتخار میکنم که همسرم خودشو کاندید کرده برای ریاست شهرداری تهران. یعنی از حالا داره میگه که امکان داره آقای قالیباف بشه رئیس جمهور. پس بنابراین وقتی که یه جانی میشه رئیس جمهور، یه جانی دیگه هم باید بیاد بشه شهردار، چون جانی ها رو سر جاهاشون دارن تقسیم میکنن دیگه. حالا بگذاریم، اینقدر این خبرها زیاده همیهنان گرامی، که قبل از این که با دکتر مصطفی دانش صحبت بکنم راجع به وقایع منطقه خاورمیانه، راجع به افغانستان، سوریه، ترکیه و اینها، اجازه بدید که یه فیلمی از میدان تقسیم در ترکیه براتون پخش بکنیم که به تصرف پلیس ترکیه در آمده. به این صحنه ها نگاه کنید همیهنان گرامی. استانبول به طرف میدان تقسیم، جایی که از 12 روز پیش به کنترل معترضین در آمده بود. صدای آژیر آمبولانس ها و بوی گاز اشکاور بار دیگر ساکنان محلات نزدیک میدان تقسیم را از خواب بیدار کرد، اما این بار به نظر می رسد معترضین نیز آماده هستند. پلیس از ساعت اولیه روز به میدان تقسیم حمله کرد. همینجوری که میشنوید درگیری بین تظاهر کنندگان و پلیس شروع شده. پلیس با ماشین های فشار آب و گاز اشکاور به اینجا اومده، به میدان تقسیم دوباره به تظاهر کنندگان حمله کردن و تلاش میکنن که اونا رو از این میدان تقسیم و پارک گزه دور بکنن. پشت سر من گاز اشکاوره و صدها پلیس از ساعت اولیه صبح به اینجا به میدان تقسیم اومدن. برخی از تظاهر کنندگان با پرتاب بمب‌های آتش‌سا، سنگ و بطری به مقابله پلیس رفتن. استاندار استانبول میگوید هدف پلیس پاک کردن میدان تقسیم از پلاکارد هاست و پلیس به پارک گزه وارد نخواهد شد. آقای اردوغان پیشنهاد داده که فردا با نمایندگانی از معترضین دیدار کند. او قول داد به خواسته های آنان گوش دهد، اما پیام معاون او نشانی از آشتی نداشت. دیگر در ترکیه اجازه تظاهرات غیرقانونی داده نمی شود. ما از همه راه های قانونی استفاده خواهیم کرد. از 2 هفته پیش صدها نفر در پارک گزه به اعتراض به طرح تبدیل این پارک به مرکزی تجاری تحسن کردند.
بسیاری از معترضین خواهان استعفای نخست وزیر هستند. بذار خیلی روک بگم، ما غیر قانونی نیستیم، ما مردم این کشوریم، از کره دیگه نیومدیم، فقط یه رهبر با شخصیت میخواییم. هدف ما ثابت کردن دولت نیست، حداقل این هدف من نیست. آقای اردوغان روز پیش تظاهرات را غیر قانونی خوان و هشدار داد که صبر او حدی دارد. برخی از تظاهر کنندگان در مقابل پلیس ایستادگی کردند. به نظر نمی رسد آنان نیست بدون درگیری این میدان را خالی کنند. ژیار گل، بی بی سی. خب امیران گرامی، این گزارش بی بی سی رو راجع به ترکیه شنیدید. دکتر دانش، درود بر شما. سلام آقای فریدی، خوب هستین؟ متشکرم. دکتر دانش، چی میبینید شما؟ این یک دندگی آقای اردوغان و دیکتاتوری که داره در اینجا نشون میده و به اینا رو هنوز اراذل و اوباش میگه، در حالی که میگه بیان با من مذاکره کنید، قصد عقب نشینی نداره، یعنی به هیچ وجه دست از اون حرفای خودش بر نمیداره، بلکه میگه بیاین ببینید، من میخوام ببینم نظراتون چیه و میخواد نظرات خودش تحمیل کنه به اونا. تازه اونایی هم که انتخاب کردن میگن نماینده های مردم نیستن. ببینین، دو روز پیش کنفرانس اتحادیه اروپا در استانبول بوده و در این کنفرانس در واقع نمایندگان اتحادیه اروپا و رهبران اتحادیه اروپا و کمیسارهای اتحادیه اروپا شرکت کردند و شخصی به نام فوله، یکی از کمیسارهای اتحادیه اروپا، در واقع کابینه اتحادیه اروپا، به میدان گزیک میره، به اون پارک میره و با تظاهر کنندگان صحبت میکنه و موقعی که برمیگرده به کنفرانس اتحادیه اروپا سخنرانی میکنه، میگه برعکس و در تضاد گفته های آقای اردوغان، نه تنها اینا اوباش نیستن و خرابکار نیستن، مردمی هستن که خواهان حقوق خودشون هستن، حقوق سیاسی خودشون هستن. و این سخنرانی رو که موقعی که آقای فوله در این کنفرانس میکنه، در جوابش آقای اردوغان میگه که در واقع در کشورهای دیگه بدتر از این گردن، در آمریکا در جنبش وال استریت دولت آمریکا و نیروهای پلیس آمریکا 17 نفر رو کشتن. این آقای اردوغان میگه که سفیر آمریکا اعتراض میکنه در ترکیه، میگه در این جنبش وال استریت یک نفر هم کشته نشده، شما چطور به خودتون اجازه میدین دروغ بگین و بگین 17 نفر کشته شدن و در ترکیه فقط 3 نفر و 4 نفر کشته شدن. واقعیت اینه که در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم. ببینید، این قدرت نمایی و عظمت طلبی آقای اردوغانه که با آوردن 50% رأی در پارلمان سابق، در انتخابات سابق، فکر میکنه که در واقع میتونه قدرتشو در اینجا سیمانی بکنه، ابدی بکنه. و اون میدونه که بعد از 3 بار ریاست نخست وزیری در کشور، با قوانینی که وجود داره، قوانین احزاب و اساسنامه‌ای که احزاب دارن، دیگه نمیتونه برای بار 4 انتخاب بشه و نخست وزیر این کشور بشه. و تمام امیدش این بود که آینده‌ای برای خودش به وجود بیاره، بتونه لااقل 3 بار دیگه به عنوان رئیس جمهور این کشور قدرت سیاسی رو به دست بگیره و خواهان این بود که در واقع قوانین اساسی کشور رو تغییر بده. و با این جنبش عظیم مردمی که گفته میشه میلیون ها در شرکت کردن، بیش از 78 کشور شهر بزرگ در این کشور در واقع توده عظیمی به خیابون رفتن و از تمام گروه های سیاسی و غیر سیاسی و صنفی در شرکت کردن، در واقع دیگه شانسی نداره و تمام امیدش این میبینه که با قدرت نمایی و زور نمایی بتونه این قدرت نگه داره و شاید بتونه در داخل حزب خودش اکثریت نگه داره و در پارلمان بتونه با اکثریتی به کمک کردها و اون آشتی که با کردها کرده، بتونه شاید قانون اساسی رو عوض بکنه و در مدت 12 سال آینده به عنوان رئیس جمهور قدرت سیاسی رو به دست بگیره. ولی این شخص هم دیگه وجود نداره. به نظر من با این اتفاقاتی که در کشور ترکیه افتاده و کارهایی که آقای اردوغان کرد، همین دیروز چنین مطرح میکنه، جالبه، میگه پشت این افراد مانند سال 1961، میدونه که سال 1961 ارتش ترکیه کودتا کرد و عده زیادی در واقع به خیابون‌ها آمدن قبل از کودتا و باعث شدن که ارتش کودتا بکنه. و اون اینطوری مطرح میکنه که پشت این تمام تظاهرات مردمی ارتش ترکیه است برای کودتای جدید. یعنی در واقع این تظاهرات
مردمی و کسانی میخواد ارتش هم سرکوب کنه و میخواد ارتشو که سرکوب کرده و میخواد در واقع چنین مطرح بکنه که کودتای جدیدی در حال تکوینه و پشت این افرادی که به صورت میلیونی به خیابونا میان و همه جوونن و نشون دادن و حتی اتحادیه اروپا و رهبران اتحادیه اروپا و حتی آمریکا و رهبران آمریکا میگن که چنین نیست، اینها در واقع اوباش نیستن بلکه مردمی هستن که برای حقوق اساسی و برای حقوق سیاسیشون به خیابونا میان، اینا رو به عنوان افراد اوباش معرفی میکنه که بتونه مطرح بکنه که کودتای دیگری در حال تکوینه و کسی که از کودتای دیگری صحبت میکنه مجبور به سودی ادعی ایران به عنوان کودتاگر معرفی بکنه. همین میخوام بگم ببینید این نیستش در جریان تظاهرات میدان تقسیم ارتشی اومدن به مردم کمک کردن و ماسک دادن این حالا از این جریان عصبانی شده میخواد بگه ارتش با کمک یه عده آشوبگر و اراذل اوباش در حال تکوین یک کودتا هستن. ببینید تمام کوششش اینه که مطرح بکنه به درستی شما مطرح کردید که دوباره کودتای جدیدی در حال تکوینه و ارتشه و از اونجایی که تا به حال اردوغان البته تونسته در صفوف نیروهای پلیس نفوذ عجیبی بکنه، یعنی حزبش عدالت و توسعه تونسته عده زیادی از رهبران پلیس افسران پلیس رو در واقع به وجود بیاره در داخل پلیس نفوذ بکنه و این خشونت هم که از طرف پلیس نشون داده شده اکثریت افراد حزب عدالت و توسعه خود اردوغان هستند، ولی در صفوف ارتش نتونستن نفوذ بکنن، رهبری ارتش رو گرفتن، 300 نفر ژنرال گرفتن، عده زیادی رو محکوم به توطئه کردن و گفتن می‌خواستن کودتا بکنن، ولی در خود نظم و نظام ارتش نتونستن نظام اسلامی وجود بیارن و اسلام وارد بکنن. این ارتش هنوز سکولاره و موقعی که ارتش هنوز سکولاره برای زدن ارتش شما باید یک در واقع بهانه‌ای پیدا بکنین و ارتش رو پاشو بکشین به وسط و بگین ارتش می‌خواد کودتا بکنه، جوانایی که به خیابون میرن در واقع به دستور ارتش میان و کودتای جدید برای بهانه و این امکان وجود داره در روزهای آینده موقعی که ایشون چنین تزی رو مطرح میکنه و اینو میتونین در تمام روزنامه‌های اروپایی و آلمانی بخونین، چنین تزی رو مطرح میکنه عده‌ای از ارتشیان و رهبران ارتش یا افسران ارتش هم بیاره بگه اینا توطئه کردن و اینها بودن که در واقع پشت این جوان‌ها قرار داشتن و می‌خواستن کودتا بکنن مانند سال 1961. خب دکتر دانش برمیگردیم به افغانستان در این حال که مسئله سوریه بسیار مسئله مهمیه، ولی قبل از اینکه بپردازیم به افغانستان و سوریه من خوندم توی این گزارشات که روزنامه حریت گویا نوشته که جمهوری اسلامی در این جریان تظاهرات در ترکیه یک مشتوانیهایی داره میکنه، آیا این حقیقت داره؟ روزنامه‌های اروپایی هم نوشته و نیروهای وزارت اطلاعات طبیعتاً سعی کردن در داخل جامعه ترکیه هم بتونن در واقع نفوذ زیادی داشته باشن. ببینید در جامعه ترکیه ما عده زیادی علوی داریم، علوی هایی که مخالف اردوغانن، مخالف حزب عدالت و توسعه هستن، مخالف در واقع اون عظمت طلبی دیوانوار آقای اردوغان هستن که میخواد عثمانی بزرگ رو دوباره به وجود بیاره. طبیعتا این علوی ها میتونین در داخلشون نفوذ بکنین، علوی ها هم بخشی از نیروهای شیعه هستن و شکی در این نیست که جمهوری اسلامی بین علوی ها در واقع نفوذ کرده و تونسته عده‌ای از افراد خودش رو در بین علوی ها جابجا بکنه، ولی دلیل نیست که موقعی که علوی ها به صورت توده‌ای و عده زیادی به خیابونا میرن مورد نفوذ جمهوری اسلامی باشن. جمهوری اسلامی در تمام این کشورهای اطراف کرده، از افغانستان تا عراق تا سوریه تا لبنان و حماس و ترکیه هم این کار کرده، ولی اینکه گفته میشه که جمهوری اسلامی در واقع نقش اساسی رو میتونه در این شورش ها یا در این جنبش عظیم مردم بازی بکنه به نظر من دروغه، اشتباه محضه. اینا میخوان در واقع چنین مهری بزنن و بگن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چنین قدرتی رو نداره. ما اگه بخوایم بپذیریم که جمهوری اسلامی تمام منطقه خاورمیانه رو میتونه زیر نفوذ خودش در بیاره، باید بپذیریم که پس جمهوری اسلامی قدرتی است که اصلا کاری برعلش نمیشه انجام داد. به نظر من این واقعیت نداره، ولی یک واقعیت وجود داره که جمهوری اسلامی این اواخر با پکاکا نیروهای پکاکا صحبت کرده بود و از اونها خواسته بود که سلاح‌های ثقیله بهشون میده بر علیه ترکیه و با ترکیه آشتی نکنن. این یک واقعیتیه، این واقعیت خود رهبران پکاکا و رهبران نظامی پکاکا اینو یعنی سلاح سنگین بده بشه، سلاح سنگین بزنن که بر علیه دولت ترکیه ادامه بدن به مبارزشون، برای که خب میدونین جمهوری اسلامی با شرایطی که در منطقه وجود داره و اینکه آقای اردوغان مخالف سوریه است، خواهان تضعیف اردوغان در سوریه است و از همه اهرم‌ها استفاده می‌کنه، یکی از این اهرم‌ها پکاکا
آمریکا بود که پیکاکا در واقع اینو نپذیرفت و صلح و آشتی رو با آتش بس قبول کرد. ولی به نظر من باید یک بار دیگه بگیم، همونطور که در بحرین جمهوری اسلامی با شورش عظیم مردم نبود و اون اپوزیسیون عظیم مردم بود که در واقع خواسته های سیاسی داشت، در ترکیه هم به همین ترتیب و جمهوری اسلامی نقش اساسی رو در ترکیه بازی نمی‌کنه. برمیگردیم به سوریه. در سوریه دو طرف جریان، یعنی این طرف حکومت بشار اسد که همه میدونیم چه جنایتهای انجام داده، 90,000 نفر از مردم کشور رو نابود کرده، کشته در این جنگ‌های داخلی. ولی این ور قضیه هم همونطور که بارها شما به درستی راجبش صحبت کردید، یه عده آدمخوری هستن که اینا به اسم این که مخالف رژیم بشار اسد هستن دست به جنایتهایی میزنن که حیرت آور بعضیا. البته نه گروه سکولارشون، بلکه اون گروه های اسلامی آدمخور مثل سلفی ها و القاعده و اینا. بعد شما میبینید که میان دربار دوربین جگر یه نفر در میارن، یه طرف میخ جگر یه انسانی رو که مثلا یه رب قبلش کشته بوده خودش در میاره جلو دوربین میخوره. بعد من این همه خشونت رو دکتر دانش نمیتونم بپذیرم، چجوری اینقدر خشونت در این وجود این آدما که قتل عام میکنن، یهو میریزن تو یه دونه ده و قتل عام میکنن به دلیل اینکه شما نمیدونم علوی هستید، شما با رژیم همکاری میکنید، چون مردم چاره ای ندارن. این ور قضیه این آدم خورا هستن، اون ور قضیه هم اون آدم خورا هستن. این مردم این وسط نمیدونن باید چیکار بکنن. واقعیت سوریه به این ترتیب شما به درستی گفتین، از یک طرف رژیم بشار اسد که باعث کشته شدن عده زیادی 80 تا 90 هزار نفر از مردم کشور شده و در حملاتی که بشار اسد به شهرها میکنه برای تصرف این شهرها، در واقع ابتدا بمبارون میکنه. یعنی در شهر القصر قبل از اینکه نیروهای حزب الله و نیروهای بشار اسد وارد شهر بشن، یعنی پیاده نظام، پیاده نظام وارد بشه، بمبارون کرده، عده زیادی کشته شدن تا بتونه پیاده نظام وارد بشه و شهر رو تصرف کنه. یعنی در واقع با این سیاست نظامی عده زیادی بیگناه در واقع کشته میشن. ولی باید به اون مطلب هم اشاره بکنیم که در همین شهر القصر موقعی که نیروهای در واقع رادیکال اسلامی وارد شدن یک سال قبل، به خصوص از 8 ماه قبل، و نیروهای جبهه النصرت قدرت به دست گرفتن و عده زیادی مردم از این شهر خارج شدن، در واقع در این شهر بیش از 15,000 نفر مسیحی زندگی میکرده. شهری که 30,000 نفر جمعیت داشته در حدود 15,000 نفر مسیحی زندگی میکرده و نیروهای النصرت و القاعده در واقع با آتش زدن خانه های مسیحیان و با کشتن مسیحیان و در واقع طرد اینا و در مناره ها از اینا میخواستن که اگه از خونه هاتون از این شهر فرار نکنین همه رو به قتل میرسونیم، در واقع عده زیادی مسیحی از این شهر فرار کردن و بیش از 10,000 نفر نیروهای بسیار رادیکال و اسلامی جبهه النصرت در شهر بودن. در مقابل اون رژیم بشار اسد چنین جنایتی میکنه، در این طرف هم چنین جنایتی. همین امروز آقای فرجی من یک مقاله‌ای رو میخوندم درباره سوریه. بعد از اینکه این جنایت رژیم بشار اسد میکنه و شهر رو تصرف میکنه، نیروهای اپوزیسیون رادیکال، شورشیان رادیکال، یعنی جبهه النصرت و در واقع بریگاد الفاروق، همون جوانی که در واقع قلب رو میجوید، و نیروهای دیگه حمله میکنن به یک دهی به نام ده حتله در شرق سوریه و بیش از 60 نفر مردم بیگناه، مردمی که اصلا در جنگا نبودن، علوی که شیعه بودن، اینا رو قتل عام میکنن و تمام خانه های اونا رو با آتش میکشن و از این فیلم تهیه میکنن، فیلم تهیه میکنن و برای تشکیلات لندن، در واقع تشکیلات به نام دیدبان حقوق بشر صدای مردمی سوریه در لندن که خود اونا مخالف رژیم بشار اسد هستن، میفرستن. و در این ویدیو شما مشاهده میکنین که عده زیادی در موقعی که 60 نفر رو به قتل میرسونن و خونه ها رو به آتش میرسونن، میگن الله اکبر، تمام خانه های شیعیان رو به آتش کشیدیم، و عده زیادی فریاد میزنن در اینجا جنگجویان جهادگر دیده میشوند که تسخیر خانه های کافران شیعه را جشن میگیرند، و عده دیگه شعار میدن شیعیان باید ببینند عاقبت خود را، به عاقبت خود را به بینندگان این ببینن این سگان، یعنی عاقبت خود را ببینید شیعیان، سگای شیعه عاقبت خود را ببینید. یعنی در واقع داره جنایتی در این کشور انجام میشه که حتی کشورهای غربی جرئت نمیکنن وارد این صحنه بشن.
یعنی این مسئله مهمه. چرا آمریکا وارد نمیشه؟ چرا آمریکا در واقع دست کشتار خود اسرائیل اصلا اسرائیل و کشورهای دیگه وارد میشن؟ این در واقع این شرایطی به وجود آمده که آمریکا و کشور غربی وحشت از این دارن با دادن سلاح و رفتن به این کشور در واقع نیروهای رادیکالی که ازشون صحبت کردیم قدرت بگیرن در مقابله با بشار اسد و اینا بهتر از بشار اسد نخواهند بود. بله. حالا برمیگردیم 5 دقیقه فرصت داریم دکتر دانش در مورد افغانستان صحبت میکنیم. افغانستان میدونید که حمله کردن به دیوان عالی کشور، بعدم رئیس به اصطلاح نیروهای فرمانده نیروهای ایساف در اونجا صحبتی کرده، سخنرانی کرده، رفته از قسمت‌های مربوط به آلمانیا بازدید کرده، صحبت‌های جدید کرده. چی گفته این جنرال یوزف آنفورد، این فرمانده کل نیروهای ناتو و ایساف در افغانستان آمریکایی است و در این اواخر گفته که در واقع ما اگه بتونیم تا سال 2018 بمانیم میتونیم ثبات به وجود بیاریم و تمام پیشرفت‌ها و توسعه‌ای که در این مدت چند سال ما در افغانستان داشتیم در خطر موقعی که ما 2014 از این کشور خارج بشیم. ببینید باید به این مطلب اشاره بکنیم، متاسفانه در افغانستان ما در شرایطی وجود داریم که نیروهای ایساف و نیروهای ناتو و آمریکا با شکست نظامی که در افغانستان به نظر من خورده شده یا پیروزی نظامی که نداشتن باعث بی‌اعتمادی عجیبی بین نیروهای ایساف، ناتو، آمریکا و نیروهای افغانی به وجود آمده. همین چند روز پیش، در 4 روز پیش یکی از نیروهای افغانی در واقع در یکی از این کمپ‌های تعلیمی مربیان آمریکایی رو میکشه، 3 مربی آمریکایی رو میکشه. یعنی هیچ گونه اعتمادی متاسفانه بین نیروهای آمریکایی، ایساف و ناتو از یک طرف و نیروهای افغانی دیگه وجود نداره. یعنی اینها در عملیات مشترک مثلا وحشت دارن. موقعی که شما به هم اعتماد نکنید برای دشمن، برای نیروهای طالبان و القاعده با هم اعتماد نکنید و با هر کسی که طرفین از نیروهای افغانستان، ارتش افغانستان فکر کنین دشمن شماست و شما را خواهد کشت، در واقع اعتمادی به وجود نمیاد. در سال گذشته نیروهای افغانی یا ارتش افغانستان، کسانی که نفوذ کردن در ارتش افغانستان، بیش از 60 نفر از نیروهای ناتو را کشتن که اکثریت آمریکایی بودند. و بنابراین این مشکل عظیم به وجود آمده که آقای یوزف استنفورد آنفورد جنرال آمریکایی میگه که ما در واقع تمام پیشرفتایی کردیم در خطره. اگه 2014 خارج شیم باید تا سال بهتر میبود تا سال 2018 باشیم و باید یک بار دیگه به این مطلب اشاره کرد. با تمام پیشرفتایی که نیروهای آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان کردن، واقعا ثبات افغانستان در خطره و این خطر وجود داره. بعد از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در واقع جنگ داخلی در بگیره و یک بار دیگه طالبان با کمک پاکستان و نیروهای پاکستان و ISI پاکستان بتونن این کشور رو در واقع اشغال بکنن و حکومت الهی خودشون رو یک بار دیگه در اونجا به وجود بیارن. ولی اینطوری که معلومه کشورهای مثل آلمان، نمیدونم استرالیا، همین کشورهایی که در اونجا، حتی مثلا من شنیدم بسیار از این کشورهای اروپای شرقی سابق الان در اونجا نیرو پیاده کردن، اینا بعضیاشون برای تعلیمات ارتش افغانستان میمونن تا پایان 2014، درسته؟ ببینین قراره در حدود 10 تا 12 هزار نفر مربی نظامی بمونه برای تعلیم ارتش افغانستان و پلیس افغانستان، ولی زمانی که همکنون هنوز 100 هزار نفر نیروی خارجی و بیش از 66 هزار نفر نیروی آمریکایی هنوز در افغانستان وجود داره و بیش از 40 هزار نفر نیروهای دیگه از کشورهای ناتو وجود دارن و در واقع چنین اتفاقی در شهر کابل، ببینید موقعی که صحبت از این میکنیم که به دیوان عالی کشور حمله میشه، باید یک بار دیگه من همونطور که پریشب گفتم به این مطلب اشاره بکنم. دیوان عالی کشور در نزدیکی‌های سفارت آمریکا قرار داره. سفارت آمریکا و تمام راه‌های به سفارت و حتی دیوان عالی کشور دژ مستحکمی است که نمیشه به این سادگی عبور کرد. برای من همیشه این علامت سوال جای سواله، به عنوان کسی که در واقع 70 بار افغانستان بوده، متخصص افغانستانه و 2 سال پیش شاهد بودم یک بار دیگه از این دژ مستحکمی که ساختن، چطوری نیروهای طالبان موفق میشن به در واقع پایگاه نظامی، فرودگاه نظامی کابل وارد بشن یا به دیوان عالی کشور وارد بشن بدون اینکه در داخل خود ارتش افغانستان و پلیس افغانستان نیرو داشته باشن و نفوذ کرده باشن. و این به نظر من اون همون صحبتیه که من ابتدا کردم، بی‌اعتمادی نیروهای خارجی ایساف به ارتش افغانستان و پلیس افغانستانه و این بی‌اعتمادی میتونه خطرات بزرگی رو به وجود بیاره برای اینکه در واقع اینا رو لمس میکنه و نمیتونن عملیات مشترک انجام بدن برای که وحشت دارن مواد کشته بشن. بله، خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. خب همینان گرامی به همینجا
برنامه من به پایان رسید. سپاسگزار از اینکه به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.